نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز 19 محرم سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در رابطه با دلیل برپایی اعضای حضرت سید و طی ده روز در ابتدای محرم فرمودند این سوال را سید ابن تاووس رضوان الله تعالی علیه جواب داده و پیش از او هم کسانی پاسخ گفتند که اعضای سید و شهدا با, با بقیه اعضاها حتی اعضای سایر معصومین علیه السلام تفاوت دارد معظم الله با اشاره به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علی علیه و آله که فرمودند کتاب الله و اطرتی اهل بیتی تأکید کردند که اطراعت در اعضای سید و شهده صلوات الله علیه از روز اول محرم شروع کردند و روز آشورا هم روز اوج ازاداری ایشان بود. ایشان با اشاره به روایات متعددی که تأکید دارد اعضای سید و شاهدا در تمامی دوره سال مناسب است که برگزار شود فرمودند این شیوه برگزاری اعضا از ویژگی است که فقط به امام حسین علیه السلام اختصاص دارد. آیت الله عظما شیرازی با اشاره به روایتی از امام رضا علیه السلام که فرمودند کان ابی صلوات الله علیه اذا دخل شهر المحرم لا یرا زاهکا پدرم که درود خدا بر او باد وقتی که ماه محرم می رسید دیگر خندان دیده نمی شد بلکه تا روز دهم هم همواره اندوهگین و غمناک بود و چون روز دهم ده هم فرا می رسید آن روز روز عذا و غم و اندوه و گریه او می شد و می فرمود این همان روزی است که امام حسین علیه السلام در آن روز به شهادت رسید و تأکید کردند که اعضای دهه محرم از همان ابتدا نزد معصومین مرسوم بوده و روز آشورا را روز مصیبت بزرگ می دانستن. ایشان در ادامه فرمودند در روایات متعدد که برخی از آنها در رابطه با زیارت آشورا می باشد معصومین علیه السلام تأکید کردند که اگر توانستید زیارت آشورا را هر روز بخوانید. معظم الله تاکید فرمودند مگر زیارت آشورا شامل چه مزامینی است زیارت آشورا شامل روزه و ذکر مصیبت حضرت سید و شهده است و روایت خاصه وجود دارد که مصیبت حضرت سید و شهده و زیارت آشورا در تمامی دوره سال خوانده شود با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم این را سید ابن طاووس رضوان الله علیه جواب داده تو ذهنمه حالا قبل سید ابن طاووس کسی دیگر فرموده بله هر عزایی از اون وقت به بعده اما نسبت به عزای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه چون خود پیغمبر فرمودن کتاب الله و عترتی اهل بیتی عترت در عزای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه از روز اول محرم شروع کردن روز آشورا آخرش بود یعنی آخر شدتش اگر نه عزای حضر سید شهده صلوات الله علیه تو روایات متعدد داره کل سال دوره سال یه روایت من یه شب اینجا خوندم که مال دوره سال عزای حضر سید شهده و این از خصائص بله پیراهن حضرت بله حالا اگر کسی یک مدققینی یه تشکیکی در اون بکنن اما عمل معصومین همین بوده کان ابی علیه السلام اذا حل هل هلال محرم حضرت رضا صلوات الله علیه فرموده لم یرا ضاحکا همجور هی همجور بود و روز مصیبت بزرگشون روز آشورا بود این مال این عشره اما روایات دیگه برمیاد که یکم روایت زیارت آشوراست که حضرت فرمودن اگه تونستی هر روز بخون خو زیارت آشورا چیه یه مش روزه است دیگه و یه روایت خاص دیگه هم داره که من خوندم چند وقت قبل همون قبل محرم بود یا شب آشورا بود که ازش در میاد یعنی ظاهرش اینه که مصیبت و عذای حضرت سیرسی دوره ای ساله لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزده دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.